سلام و وقت بخیر به شما بیننده های گرامی. امیدوارم که هر جایی که هستید خوش و سرحال باشید. امروز با درس آبجکت یعنی مفعول در خدمت شما هستیم. خب بریم ببینیم مفعول چیه و در کجاها میتونیم استفاده کنیم. خب مفعول که هست، the receiver of an action is called object. خب گیرنده یک عمل را مفعول میگه. خب مفعول چی هسته؟ they are، هر کدام از این مفعول ها دو معنی داره، یا میشه مرا یا میشه با من یا به من. you رو نگاه کن، دو معنی داره اینجا، شما را به شما. him هم که هسته او را به او. her هم مطر او را به او. ایت هم مطر او را به او. آس ما را به ما. دم آنها را به آنها. آبجکت کسه همین هاسته که شما میتونید اینا را نوت بگیرین اگر بلد هستین، که خیلی خوب. اگر نیستین اینا را نوت بگیرین بنویسین، اما تا دقت کن آبجکت را. بریم اگزامپل ببینیم. I teach you English، من شما را انگلیسی درس میدهم. اینجا نگاه کن، you شما را به معنی شما را، من شما را انگلیسی درس میدهم. جمله ازمو آبجکت ازمو اینجا شده شما را. خب بعدی they beat us. خب پس اینجا چیه؟ us است. پس جمله چجوری میشه؟ آنها ما را میزند. us که است ما را. آنها ما را میزنند. پس اینجا us از مو ما را معنی داره، ما را میزنند. خب بعدی، خب she speaks dirty with me. خب اینجا آبجکت از مو چیه؟ آبجکت از مو می است، یعنی مفعول از مو می است. خب اینجا می از مو معنی چی داره؟ با من. او با من دری صحبت می کند. او با من دری صحبت می کند. آبجکت یعنی مفعول. مفعول که است امی می، یو، هیم، her، it، us و them است. خب در پایان درس object یعنی مفعول رسیدیم. در درس بعدی ما از part of speech شروع میکنیم. امیدواریم که درس ها مفید باشه برایشون و امیدواریم درس خیلی راحت و آسان باشه. خب تا ویدیوی بعد، خدایا رو نگهدارتان.